پیام تازه و مایوس کننده آمریکا به طالبان. پاسخ به موقع ایران به شکایت نجیب بارور. ترور شدن یک صراف در کابل. درخواست اضطراری امرالله صالح از مردم مبنی بر تقویت جبهه مقاومت. تقسیم شدن طالبان به سه شاخه، شاخه ملا برادر، ملا یعقوب و حقانی. حقیقت خبر زندانی شدن قاری فسیح‌الدین، لیدر استیز طالبان. حمله بر کاروان لوجستیک آمریکا در عراق. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، میگوید که ایالات متحده در حال حاضر هیچ جدول زمانی مشخصی برای به رسمیت شناختن طالبان و بازگشایی سفارت در کابل ندارد. آقای تام وست در صحبت با شبکه یک افغانستان گفت که امارت اسلامی طالبان تاکنون شرایط لازم را برای کسب رسمیت از سوی ایالات متحده و دیگر کشورها ندارد. وی اما می افزاید که برای حفظ منافع دیپلماسی با طالبان ادامه دارد، ولی این به معنای رسمیت نیست. این در حالی است که پیشتر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارات، گفته بود که طالبان آهسته آهسته به سوی کسب رسمیت بین المللی پیش می روند. دستور ویژه وزیر داخله ایران برای بررسی تمدید ویزای شاعر افغانستانی. بدانبال پیام شاعر و نویسنده افغانستانی و درخواست وی برای تمدید ویزای اقامتی در ایران، وزیر کشور به مدیر کل امور ادبا و مهاجرین خارجی دستور داد که در اسرع وقت این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. نجیب بارور در این مورد نگاشته است: وزارت کشور یا به تفسیر ما وزارت داخله ایران دستور ویژه برای حل مشکل اقامت من صادر کرده است. نیز با وزارت فرهنگ و وزارت خارجه ایران در گفتگویم. اعتراض من هرچند که از دریچه شخصیم مطرح شده است، اما مشکل تمام آوارگان اخیر است. مشکل پشتون ها، تاجک ها، ازاره ها، ازبک ها، سنی ها و شیعه ها است که پس از تجاوز طالبان به کشورشان به چهار گوشه دنیا و ایران پراگنده شدند. ما یک مشکل مدنی را با مدنی ترین شیوه مطرح کرده ایم. در یک گفتمان بسیار سالم و فرهنگی نیاز به کش و قوس دادن نیست. من با ویزای آمریکا به ایران آمدم به خاطر عشق به پارسی، به خاطر عشق به فرهنگ و تمدن مشترک. حقم بود ببینم پارسی برای ایرانی ها مهم است یا خیر. به هر حال طالبان پیام دادن که به کابل برگردم. گفتن قطعا برمیگردم، اما آن زمان که آزادی کشورم را از نیروهای متجاوز پاکستانی گرفته باشیم. ترکیه پیام داد که اقامت میدهم. گفتم هنوز خانه در کنار فردوسی دارم. همین گونه تعابیر و تفاسیر عجیب و غریب شد، اما نیت ما کار کردن به ادبیات نوپای افغانستان و فرهنگ و تمدن ماست. ما بر محور امین گفتمان با مدنی ترین شیوه گفتگو کرده ایم. می خواهیم امراهان واقعی خیش را در حوزه گفتمان ایران بزرگ برای مبارزه با دشمنان این خاک پیدا کنیم. پل هم اگر نیاز است بایست بر روی این مرزهای فعلی کشیده شود. گفتمان من مشخص است، از نهادهای رهبری کشور محترم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری این مسئله سپاس گذارم. توقع دارم به این بهانه مشکل صدها هموطن ما حل گردد. با اصرار هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید. یک صراف در کابل ترور شد. به نقل از منابع، معلم گل امیر از صرافان سرای شمالی کابل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. معلم گل یک هفته قبل هنگام رفتن به سر کار اختطاف شده بود. نزدیکان این صراف میگویند آدم ربایان با وجود دریافت پول
وی را به قتل رساندند. گفته می شود پسر این صراف چند پیش به گونه مرموز جان باخته بود. نزدیکان این صراف گفتند دو دختر و خانم وی باقی ماندند و دیگر سرپرستی ندارند. این در حالی است که هفته قبل یک تاجر جوان در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب پس از 3 ماه اختطاف به قتل رسید. امرالله صالح صف مقاومت را علیه طالبان تقویت کنید. امرالله صالح معاون نخست دولت پیشین میگوید که طالبان زنان و دختران را به گروگان گرفتند و از جامعه جهانی و عمدتاً غیر اسلامی برای رهایی آنها باج میخواهند. صالح افزود در تاریخ افغانستان این بار اول است که رژیم دختر جوانی را از خانه هایشان اختطاف می کند و با تمام بی‌شرمی و دیده درایی می گوید که از سرنوشت آنها خبر ندارد. وی در پیامش بار دیگر طالبان را دست نشانده های پاکستان توصیف کرده و گفته است که مردم افغانستان با این گروه همسویی ندارند. منابع طالبان به 3 شاخه تقسیم شدند. با گزارش اسپاتنیک به نقل از افغانستان انترنشنال، منابع در افغانستان تایید میکنند که اختلافات درونی طالبان روز به روز افزایش یافته و این گروه به 3 دسته تقسیم شده است. این منابع گفتند شاخه اول شاخه افرادی است که در روند صلح با آمریکا شرکت داشتند و تحت رهبری ملا برادر هستند. شاخه دوم نظامی و بر رهبری ملا یعقوب فرزند ملا عمر است و شاخه سوم شبکه حقانی است که رهبری آن با سراج الدین حقانی است. طالبان تاکنون در این باره سخن نگفتند. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش های در مورد اختلافات درونی در میان رهبری طالبان افزایش یافته بود، به خصوص تشکیل کابینه سرپرست تندرو و غیر فراگیر ظاهراً یکی از دلیل های آن است. گمان می رود این کابینه سرپرست مورد انتقاد شاخه های میان رو طالبان قرار گرفته باشد، زیرا در آن هیچ نماینده دیگر گروه های قومی و افراد خارج از گروه طالبان وجود ندارد. در این حال صفحات اجتماعی گزارش می‌دهند. منبع: وظیفه فسیودین فطرت لیدر استیز طالبان تعویق شده است. بنابر اسناد محرمانه که انتشار یافته نشان می‌دهد که وظیفه آقای فطرت در حال تعویق درآمده و از وی خواهان بازجویی هستند. در این سند محرمانه آمده است که آقای فطرت با نیروهای اطلاعاتی هند در ارتباط بوده و در ناامنی‌های اخیر دست داشته است. طالبان وظیفه او را در حال تعویق درآوردند و خواهان بازجویی از وی هستند. از چند بدین سو هم فسیودین فطرت در انظار عمومی ظاهر نشده است. در ادامه این پیام آمده است: این تمامش جز یک تهمت چیز دیگر نیست. به نارامی پاکستان افغانها دست نداشته، بلکه بلوچهای آزادی خواه دست دارند. این تمامش یک بهانه است برای برطرف کردن تاجک تباران از صحنه سیاست. شبکه های اجتماعی همچنان گزارش دادند که قاری فسیودین فطرت زندانی شده است، اما اخباری که نشر شده از مراجع معتبر نیست و قابل پرسش است. منابع معتبر تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. و در پایان، کاروان لوجستیک آمریکا در عراق مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری‌های عراقی با نشر خبرهای تایید کردند که در شهر الممسنیک یک کاروان لوجستیکی متعلق به ائتلاف آمریکایی موسوم به ضد داعش با یک بمب کنار جاده هدف قرار گرفت، اما هیچ تلفات بمب را نداشت. لحظات پس از انتشار این خبر برخی منابع رسانه‌ای از جمله کانال تلگرامی سابرین نیوز از حمله به کاروان دوم لوجستیک ارتش آمریکا در مسیر المساودت دیوانیه خبر داد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.